بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از برکات سفر ترکیه ما دیدار با افرادی بود که در عمرمون نظیر اینها را ندیدیم. در رأس مرحوم آقای گلپیناری، پروفسور عبدالباقی گلپیناری. ایشان آدم خاصی بود، بیش از 100 جلد کتاب از ایشان در دفاع از تشیع اهل بیت مونده. بعد حدود 90 سال بود که ما خدمت 90 ساله بود که خدمتشون بوده و تا 95 سالگی هم ایشون موندند و یه 2 سال بعد از مراجعت ما ایشون فوت کردن. آدم خیلی خاصی بود. ایشون یه کیف در دسته بود، همجا زیر بغلش بود که می آمد نماز جمعه، چون خونه شون اون طرف دریا بود در قسمت آسیا، هر روز نمی آمد فقط روزهای جمعه می آمد. بعد تو این کیف یکی وصیت نامش همیشه همراهش بود، یکی سند جای قبرش، پدر و مادرش تو قبرستان شیعیان اونجا مدفون بودن، وسط پدر و مادر و خودش جا گرفته بود و اونجا میگن تاپو سند، اون سندش هم باز همیشه توی کیفش بود. اگر مسافرت میرفت به آنکارا، اون موقع کفنش هم با خودش میبرد، یعنی کیف بزرگتر برمیداشت، کفن هم همراهش، نه در پیری، از همون اوائل جوانه، یعنی همچه آدم معتقد. ایشان میفهمد که یک روز که آتاتورک روی کار آمد، منم در دارالفنون تدریس میکردم، مادرم به من گفت که عبدالباقی من یه چیزی به شما نگفتم، امروز مجبورم که بگم، و اونی که من تو را بدون وضو شیر ندادم. تا حال به شما نگفتم چون کار خودم بود، وظیفم بود، به شما منتی نداشت. الان چی میگم برای اینه، اگر یک کلمه در مورد این ملعون حرف بزنی، یعنی ستایش متی بکنی، شیرم را به تو الا نمی کنم. یه همچون مادری داشت مرحومه عالی خانم، که اون روز هم گفتم که رودم به استانبول، شب سالگرد مادر، البته چندمین سالگرد مادرش عالی خانم بود، ولی زا ایشان یه همچون مادری داشت، ایشان این گونه پرورش داده بود. در اون سن بالا ماه رمضان چی هیچ روز خاص روزش ترک نمیکرد، مثلا 17 ربیع، مثلا به روز مبعث، روزی که روزش مهم باشه، هر روز زیارت عاشورا میخوند با صد سلام و صد لعن، هر روز زیارت جامع کبیره میخوند و اونقدر کار کرده، یعنی 100 تا اثر ارزشمند، اثر فاخر از خودش، به همش هم کتابهای تحقیقی با ارزش، 10-20 تاش به فارسی ترجمه شده، در ایران منتقل، مثلا تفسیر قرآن دارد، ترجمه قرآن دارد، شرح نصر بلاغه دارد و کارهای دیگر با ارزش. مثلا چون یه مقاله نوشته بود به نام اثنا عشر، راجع به ائمه اثنا عشر، تو دارت المعارف ترک چاپ شده بود، من چون اجازه کنم من چاپ کنم جداگانه بود، بگو نه 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 نه، این را من پولش گرفتم، به اونها فروختم، شما این را چاپ نکنه، من اینجا از نو بنویسم. بعد از نو این را نوشت، اون حدودا 100 صفحه بود، این دفعه شد 700 صفحه. بعد شیعه در طول تاریخ، تاریخ بوینجا شیعه، شیعه در طول تاریخ، در این کتاب تمام تهمتهایی که در طول 14 قرن به تشیع زده شده شون جواب داده و جوابهای عالی و همش هم با استناد به منابع اهل سنت، چون مخاطب ها سنی هستن و رضا از منابع اونها همیشه استفاده کرده و خیلی فوق العاده و جدن دقیق و ظریف. البته جا داری که اصلا یکی دو جلسه راجع به ایشون بحث بشه، چون آدم خاصی بود، آدم معمولی نبود، خیلی بزرگوار بود. بعد از دیگر افرادی چونجا بودن، شخص حاج عباس افعالی، اهل شبستر بود، چون 2 ساله بوده رفته، یعنی با پدر مادر رفته اونجا و اونجا مونده، و
من وقتی چه از صف مرحوم آقا میرفتم به من فرمودن چه یه آقای افعالی از اونجا، من چون ندیدم نامه های چی به من میده خیلی پخته است، شما در هر کار مهم باشون مشورت کنید. خیلی مغز کام به اضافه زبان های مختلف علاوه بر فارسی و عربی و ترکی، فرانسه را خوب میدونست، انگلیسی خوب میدونست و زبان ارمنی، مسلط بود به زبان ارمنی. بعد ایشون خونش در یکی از جزیره به نام هیبل آدا توی دریای مرمره، جزیره قبل از بیوکادا، از اونجا تا شهر 1.5 ساعت کشتی تو راه بود. هر روز صبح با کشتی می آمد 1.5 ساعت تو راه، عصرم که برمیگشت 1.5 ساعت، یعنی روزه 3 ساعت از عمرش در کشتی می گذشت. ولی زیاد همیشه مشغول مطالعه بود، در این تا وارد کشتی می شد اونجا می نشست کتابش باز می کرد مشغول مطالعه. و چون ساعت معیم می آمد، یعنی کشتی چه ساعت به ساعت میاد، ساعتی که باید مغازه برسد، یه دختر خانم ارمنی هم همیشه در اون ساعت توی این کشتی بوده که برای کلاسش برسه، دانشگاه برسه. یه روز میاد یه بیفنده، یعنی آقا شما چه مطالعه میکنید؟ میگه چطور؟ میگه آخه اینا چی؟ میگه کتاب های مذهبی دینی. بعد شروع میکنه باشون صحبت کردن. چندین روز این جلسه صحبت ادامه، این دختر مسلمان میشه، به دست ایشان مسلمان میشه. بعد چه میره خونه و نقل میکنه چه من چنین شد، کتک حسابه بهش میزنن، از خانه بیرون میکنن، شب بیرونش میکنن، تو کوچه حیران میمونه چه کنم کجا برم. تمام اقوامش ارمنی بودن، هیچ کسی غیر ارمنی آشنا نداشت. ولذا به اجبار میاد در خانه این آقای افعالی، در میزنه میگه داستان اینه، مرا کتک زدند و بیرون کردند. خوب بیاد. بعد آقای افعالی برای این چه این دیگه به جهت اسلام لطمه خورده، فردا میبره محضر و عقدش میخونه برای خودش، در حالی که این دختر 4 سال ازشون بزرگتر بوده. و آقای افعالی کسی بود هر در خانه میره بهش التماس میکردن چه دختر بدن، اما این را دیگه به عنوان چه مهمان اسلامه. بعد یه 4 سال باش زندگی میکنه، احتیاج به عملی پیدا میکنه، تون عمل میگن که ما باید این را رحمش برداریم، رحمش برمیداره، معلومه که دیگه تا آخر نازا خواهد بود. مرحوم های افعالی اینا تحمل میکرد و هر چه دوستان یه خانم دیگه بگه بالاخره یه ورثه اولاد اینا، گفت نه این چون مهمان اسلامه، اگر این مسلمان بود، مسلمان زاده بود، وقت نازا شد یکی من میگرفتم، ولی چون این مهمان ما هست، اگر این برنجد از اسلام میرنجه. و روی این نکته باریک ایشون تا آخر عمرم با همین دختر خانم زندگی کرد تا 60 سالگی. بعد 14 سال این خانم مریض بود. مرحوم آقای افعالی صبحانش را می آورد، غذای نهارش درست می کرد، می زاشت اونجا، لباسش می شست، خانه را جارو می کرد، با اون شخصیتش همه این کارها یک خانم را انجام می داد برای خانمش. دقیقاً 60 ساله بود که عیالش فوت کرد. تصادفاً همچون ایامی بود، یعنی آستانه حج بود. بعد تو تشییع به من گفت که فلانه، من استطاعت حج دارم. 14 سال چون ملازم این خانم بودم، اگر میرفتم کسی نبود بهش برسه، میمرد. ولذا برای حفظ جان این خانم من حج نرفتم. ولی نباید که سال دیگه یا عمر یا قسمت، حتما برای من ویزا تهیه کنی که من امسال برم حج. و همون روز یا فرداش من رفتم براش ویزا گرفتم و بلیط گرفتم و اینا. یه از دوستی داشتم اونجا، آقای حاج فیروز مامگان هم هست، چاپخانه داره، اونم اون سال عازم حج بود. با یه دوست دیگری داشتم، آقای امیر جمشیدی، کنسول بود،
ولی بسیار مرد نازنین بود و تا کفایه اینا خونده بود، یعنی آدم خیلی جالبی بود. بعد این سه نفر در یک هواپیما رفتن، چون آقای امیر جمشید کنسول بود و رضا این از کنسولگره اونجا خبر داده بودن، یه ماشین آمده بود دم هواپیما، این سه نفر را سوار کرده بود که ببره تا کارهاشون انجام بشه. این آقای افعالی، حادث فیروز و آقای امیر جمشیده. این آقای حادث فیروز وقتی میبینه همه زیر آفتاب دارن میرن، این نشسته تو ماشین آخرین سیستم و کولر و اینا، میگه من پیاده میشم. چرا؟ میگه من آمدم یه جا ببینم که همه با هم شریکن، مساویان، مثل دانه های تعبیر معروف دانه های شانه با هم مساویان. اینجا هم اگر امتیاز باشه این به درد من نمیخوره. اینا اصرار میکنن، میگه نه من نمیتونم، از همینجا باید پیاده بشم و مثل دیگران هم زیر آفتاب بالاخره بسوزم و بسازم و ببینم شمع چگونه. بعد آخر این برنامه متاسفانه ما خیلی ناجور شد و اون این که ایشون در همون مکه به من گفت که فلانه من وارث ندارم، عیالم هم که مرد، اگر من کسی داشتم که ثروتم را ببره هیچ وقت فکر ازدواج مجدد نمی کردم تا خاطرات اون خانم را فراموش نکنم، ولی حالا که اگر من فردا بمیرم کل اموالم را دولت ترکیه میبره، ولی زیرا شما که از اینجا ایران میری این خانمی برای من در نظر بگیری، فقط شیعه باشد، متدین باشد، هیچ دیگه برای من مهم نیست، معتقداتش درست باشد، بعد دیگه ثروت من نمیخوام، جهات دیگری نمیخوام، فقط یه خانم متدینی باشد که ثروت من مالو بشه. ما چی برگشتیم ایران به خانواده گفتیم که من یه دختر خاله‌ای دارم خیلی پاک متدین، مونده خونه 28 سالشه. گفت این 60؟ گفت نه شایسته است. به هر حال رفتیم و گفتیم و اونام پذیرفتن، ما برگشتیم استانبول و بعد دسته این دختر خانم را با پدر و مادرش آوردن استانبول منزل ما. به آی افعالی خبر دادیم، ایشون هم ظهر آمد نهار اونجا با هم خوردیم، بعد همدیگر را دیدند و اوکی دادند و ما عقد را خوندیم. عقد را خوندیم و قرار شد ما فردا با خانواده عروس بریم منزل ایشون دیدن خانه مرسومه. فردا صبح آقای افعالی به من زنگ زد، من این بود مریضم، دیشب آمدم و مریض شدم به شدت، امروز نیان، یا مرا اینجا تو رختاب ببینم خوب نیست. من وقتی به اینا گفتم پیمکنه نه 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 باید بره برایشان هم آش درست کند، یعنی اون عواطف. به هر حال دختر خانم بنا شد که بره اونجا، خانواده من بایشان رفتن اونجا و زنگ زد که شب بمان، بودون بمان چون ایشون حالش خوب نیست، شب هم اونجا موندن. فردا صبح ساعت 9 به من زنگ زد که میخواد آقای حال ببینید زود بیاید. ما بالاخره با تأثیر فراوان رفتیم و تا برسیمشون فوت کرده بود. منتها نصیبیشان از این ازدواج این دختر روی یاسین خوندن بالین سر و علاوه ایشون تک تنها زندگی میکرد اون خانه دیگه، عیالش فوت کرده بود، اگر در غیابشون فوت میکرد جنازه میموند و که کسی به ناچار بره از دیوار بره پایین و ببیند. و البته برای من خیلی سخت شد، شاید تا یک هفته هم نشسته بودم اشکم جاری بود، هم به خودش خیلی علاقه داشتم و هم این حالت برای من. از اون طرف هم این دختر خانم هم برگشت تبریز و چند سال قبل ایشون رفته بود مشهد، یه خانمی از اینها شماره تلفن گرفته بود، روز ورود ایشون زنگ میزنن که ما میاییم، میگن نه بالاخره میان. داستان اینه، بعد نگی ایشون بد قدمه، میگن نه ما ایشون را پسندیدیم، چهار ماه تا روز صبر میکنه بیدش تمام بشه، چون عقد خونده شده بود دیگه،
میباز ایده نگه بدار. بعد و در نتیجه بعد در 4 ماه 10 روز اونا رفتند و ازدواج کرد و رفت. خواهری داشت 26 ساله دیگری 24 ساله اونجا نمیخواستن که با وجود بزرگتر کوچکتر را بدهن. ولی زا اونم در کمتر از 2 ماه هر دو رفتن. یعنی برای این خانواده یه همچه گشایشی شد که هر سه دختر شوهر کردند و رفت. الان هم بچه خوبی دارند و اینا. و از اون طرف هم ایشون اونجا بالاخره کسی بالین سرش بود و اینا. از اون مرد ما خیلی خاطرهای بسیار ارزشمندی داریم و آثار ارزشمندی هم نوشته و کتاب‌های از ما ترجمه کرده، مقالات از ما ترجمه کرده. نفر دیگری که اونجا الانم خوشبختانه در قید حیاته، آقای دکتر حاتمی. این اهل تبریزه، دکتر حسین پرویز حاتمی، متولد استانبوله. دو برادر بودن، یه برادر دیگرش پزشک بود فوت کرده، ولی ایشان پروفسور دانشکده حقوقه و تمام حقوقدانهای ترکیه از ایشان درس خوندن. یعنی یه همچون مقام استادی بر همه پروفسورها داره. همه شاگردانش پروفسور بودن، به ایشون پروفسوری نمیدادن. چرا؟ گفتن باید فراماسونری را بپذیرد بعدن. یعنی یه چیزهای در دنیا مطرحه چه انسان به عقلش نمیرسه. ایشون هم قبول نمیکرد، چه طبعاً نمیواست قبول کنه. بالاخره یکی از کتابهایی که ما پیشنهاد کردیم ایشون ترجمه کرد به نام اسلام فکنده دوره، یعنی حکومت در فکر اسلامه. من بهشون پیشنهاد کردم که اسم خودتون را نذار. گفت نه، اینجا کشور آزاد، مشکل نداره. ولی بعد به دلیل همین کتابیشون را تبدیلش کردم به آلمان. رفت 2 سال در آلمان تدریس کرد تو دانشگاه و پروفسورش از اونجا گرفت. این مرد خیلی مرد بزرگوار، شخصیت، نازنین، آثار ارزشمند فراوان. یه خاطره خیلی عجیبی ازشون دارم، چون یه کتابی داره به نام سوسیال آتدان اسلام، یعنی اسلام از دیدگاه جامعه شناسی. این کتاب خیلی کتاب با ارزشی بود. یه ناشر آمد پیش من، گفت شما ازشون اجازه بگیرید من کتاب را در تیراژ بالا چاپ کنم، بذارم در 200,000 نسخه. گفتم معنی نیست. گفتم ایشون هم حاضر شد. و قبلا اشاره داشتم که اونجا افستینا معمول نبود، با حروف چینی کتاب را چاپ میکردن. ولی این 200,000 نسخه را هر 16 صفحه را چه تایپ میکردن، یعنی حروف چینی میکردن، میزدن تا اون بخش بعدی. تا 32 صفحه از این چاپ کرده بودن در تیراژ 200,000. یه مرتبه ناشام خودکار جاها بدبخ شدم، بیچاره شدم. گفتم چیه؟ گفت ایشون اینجا به معاویه توهین کرده، نوشته که اونش والی شام، چی نمیخواهم اسم نحسش را بنویسم صفحات کتاب لکه‌دار بشه. گفتم که اینو بنداز بنویس چه والی شام. آخه ایشون اجازه میکنم چرا نده. گفت نه، شما با ایشان صحبت کنید، اجازه بدهد، بعدا این کار. گفتم نه، مشکل نداره. شب بهشون زنگ زدم، گفت نخیر، نه دست نزنه، نمیخواد چاپ نکنه. گفتم بچه‌ها چه برای چه؟ شما میخواد معاویه، معاویه والی شام، این صفت را حذف کنید. گفت از امشب به من مهلت بدید. فردا اول صبح زنگ زد، گفت بچه‌ها اگر نمیخوان چاپ نکنن دست نزنه، من امشب تا صبح نخوابیدم، همش فکر کردم اگر روز قیامت مولا امیرالمومنین به من بفرماید شما چیزی را که مستحق دشمن من میدانستید و اونجا نوشته بودید برای اینکه کتابتون در تیراژ بالا چاپ بشه را حذف کرد، من جواب ندارم. یه همچون روح لطیف. گفتم آخون چاپ کردن هزینه؟ گفت همش میدم، هرچه اینها متضرر بشن من میپردازم، ولی راضی نیستم دست بزنم
یا همینطور چاپ کنن و یا اینکه رها کنن. چون اونجا مسئله معاویه خودش یه مسئله. این آقای دکتر حاتم که الحمدلله در قید حیاته، ایشان مثلا تو دانشگاه تلفن میزد خونشون. خب تلفن اداره بود دیگه. اون زمان که موبایل چیزی نبود. برای اینکه از تلفن دولتی استفاده شخصی نکنه یه دونه تمر پاره میکرد. یعنی با این وسیله جبران میکرد اون کارش را که از تلفن دولتی برای کار شخصی استفاده نکرده بود. یه همچه شخصیتی الحمدلله الان فعلا دیگهشون آدم بی نظیره. در ترکیه کلمه معاویه شبیه کلمه اون شیخینه. یعنی کسی نمیتونه یک کلمه بگه چی بالای چشمش ابروست. یه آقای بود به نام شمس‌الدین یشل، جز به اقطاب بود، خیلی مورید داشت. اینا من شو ندیدم، قبل از من فوت کرده بود. ایشان میرفت منبر و معاویه را روی منبر لعنه میکرد، جنایات معاویه را میگفت. مردم زیادی هم جمع میشدن. مثلا یه مسجد به نام مسجد بایزید، اونجا مثلا میگن چه جمع پر میشد. مرحوم آقای گلپیناری میفرموش من یه روز رفتم پای منبرشون، یه گوشه نشستم، ایشونم روی منبر کر رو فر رو خیلی از جنایات معاویه گفت و گفت و گفت و گفت. مردمم خیلی ابراز احساسات اینا. بالاخره آمد پای. مسیرش از کنار من نبود، ولی طوری آمد که مسیرش از کنار من قرار داد. بلند شدم، سلام کردم، گفت عبدالباقی چه جور دیدی؟ یعنی این عالم شیعه است و اون یک سنی، ولی داره مثلا طبق مزاج شیعه حرف میزنه. چه جور دیدی؟ گفتم هیچ نپسندیدم. گفت برای چه؟ گفت اگه از شما بپرسن معاویه را چه کسی بر گرده مردم سوار کرد؟ معاویه چه عددی نبود؟ چه کسی معاویه را بر گرده مردم؟ هاشا، ما به شیخین مکرمین زبان درازی نمی کنیم. گفت پس به طریقالا به وابسته اون هم نمی کنه زبان درازی کنه. یا اصل مشکل حل کنه، بدانه که با کی طرفه و یا اینکه نه دیگه به ایشان هم کار نداشته باشه. در ترکیه یک کسی بود به نام شوکت ایگی، از اون دشمنان خاص اهل بیت بود. یه روزنامه داشت به نام بیوک ترکیه، یعنی ترکیه بزرگ. البته هفتگی بود، اداره میکرد. یک روز تو جلسه هیئت تحریریه گفته بود که شما هر چیزی علیه شیعه بلدید بگید، من بنویسم، شما بنویسید، من استناد کنید. یعنی ولو دروغ، ولو هر چی میخواد باشه، یعنی چیزی به عقلتون برسه بگید، من بنویسم، شما به استناد نوشته من این را تو کتاباتون بیاره. یه آدمی بود در این حد. ولی زا اونجا تبلیغات علیشیه خیلی قوی بود، منتها قوی ترین را اون ملعونی که قبلن هم نام بردم، حسین حلمی اشک، سه تا انتشارات داشت منحصرن برای علیشیه کار میکن. یه روز یک کتاب جدید ازشون منتشر شد، خیلی به اهل بیت توهین کرده بود. خیلی من خوندم و ناراحت شدم، رفتم مسجد. تو جمع مسجد ما بعد از نماز یه 5-6 نفر گفتم یه مرد پیدا نمیشه این را به درک واصل کنه. یه جوانی بود، قمی بود، اونجا ساکن بود، هر روز میامد مسجد. این اونجا این حرف را شنید و یه 3-4 روز نیامد. بعد یک شب من خوابیده بودم، مثلا ساعت 5 اذان مغرب بود، مثلا ساعت 11 من خوابیدم. زنگ زد و طبقه پنجم بودم، آسانسور نبود. بالاخره رفتم پایین دیدم این آواز. خب خیر است؟ گفت من تفنگ داشتم ولی صدا خفکن نداشتم. رفتم ایتالیا یه دونه صدا خفکن گرفتم.
دیشب رفتم پشت بام این مرد تا صبح اونجا کشش دادم و تمام وضعیت را دیدم. ایشون تو خانه با زنش دوتای زندگی میکنن و بعد از اینکه شامش میخوره زنش میخوابه، خودش میره طبقه بالا کتابخانه مشغول میشه، بعد میخوابه. من در پشت بام هم باز گذاشتم، الان میخوام برم چون را به درک برسانم، فقط آمدم شما فتوا بده. من موندم، ولی اصلا خبیث بود، ملعون بود، ولی بالاخره خون یک انسانه، شاید از دیشب ایشون توبه کرده. به هر حال من در موقعیت نبودم که بتونم بگم که خب خونش هدره، برو انجام بده. من نمیتونم. خیلی ناراحت شد، چون رفته مسافرت از استانبول تا ایتالیا هزینه کرده، اون را خریده. به هر حال ایشون دیگه، بعد این جوان به دلیل این شورش برای من خیلی عزیز بود. بعد از مدت یه چند شو نیامد، معلوم این را گرفتم تو زندانه. یه آقای آمد منزل، گفت که فلانه، میگفتم بله میشناسم، گفت ایشون تو زندانه، من وکیل او هستم. او گفته که اگر فلانه بدانه برای من ضمانت میکنه. گفتم خب ضامن بشم چه؟ گفت اگر ایشون آمد بیرون فرار کرد 100,000 لیر باید شما بده. گفتم پولی باشه مشکل نداره. گفت نه، غیر از پول هیچ مشکلی نداره. گفتم باشه. من ضمانت کردم، ایشون آزاد شد، آمد و باز من باید فرار کنم. من این 100,000 را، سطح خیلی پول بود، من یه خونه 5 خوابه اجاره کرده بودم، ماهی 175 لیر. حساب کنید چه 100,000 لیر چقدر میشه. ولی زا گفتم نه، شما برید، اگر به اونجا منتهی شد من بالاخره تهیه میکنم میدم. در ترکیه خیلی دنبال من بودن یه بهانه پیدا کنن، پیدا نمیکردم. این شد یک بهانه. در ترکیه شنبه و یک شنبه همه جا تعطیله، جمعه روز کاریه. دم غروب جمعه اینا آمدن خونه ما چی 100,000 را بده. منم رفته بودم یه جا روزه اون ور دریا. بعد روزه تمام شد، چای آوردن گوشه بغل دستم و یه زنیدم خونه، کجایی؟ گفت الان پلیس ها آمدن شما را میخوان. گفتم گوشی بده، گوشی دادم. گفتم بله جا، همین الان باید 100,000 لیر به ما بده یا بری زندان. گفتم فلان جا هستم، من 20 اگر طول میکشه برسم به دریا، 20 اگر از دریا با کشتی، 20 اگر با تاکسی، 1 ساعت طول. گفت نه، ما 10 دقیقه بیشتر معطل نمیشه، تا 10 دقیقه دیگه یا بدید یا گفتم هر کار خواستو بکن، من دیگه نمیتونم چی بپرم بیام. زنگ زدم به خانم آقای دکتر حاتمی کزبان خانم، چی ایشان وکیل دادگستری بود. گفت به خانم بگو چه در را ببنده بره بیرون، در از بیرون قفل کنه، اینا را اونجا زندانی کنه، من خودم را الان میرسانم. من زنگ زدم به خانم، گفتم نمیتونم با 3 تا بچه چه کنم. بالاخره ما پا شدیم آمدیم، 1 ساعت طول کشه برسم خونه. دیدیم اینا آمدن، 5 تا فرش داشتیم، این فرشا رو جمع کردند و بردن. بعد ولی هم کزبان خانم آمده، چند تا وکیل دیگر با خودش آورده و سرکنسول آمده، آقای اسدی بود از طرف آقای بازرگان. بعد گفتم وقت مشکل نداره. گفتن نه نمیشه، به ما توهین است که فرشای منزل آقای ما را ببرن. من چیزی نه، گفتم نه نمیشه. بلکه اینگر اونور اینور زدن چه تا نیمه های شب رفتن این دادگستری چه انبارش را باز کردن، فرش های ما را آوردن. بعد یک روزی تعیین کردن چه برای ما بریم دادگستری پیش دادستان. بعد همینشون گفت که شما مرا وکیل خودتون نیارید. ما وکیلش یاد خودم هم رفتم قدم زنان چه ببینم چه خبره. دیدم چه هر 10 دقیقه یه نفر میره تو. سر 4 یه نفر، 4 10 دقیقه یه نفر، 4 20 دقیقه نوبت ما بود. اونجا هر شخصی میاد بیرون، ما
اونجا زنگ میزنه، اون سرباز در باز میکنه، نفر بعدی را میبره. این آقا آمد بیرون و دیگه زنگ نخورد. ما منتظر شدیم، 10 دقیقه گذشت، 20 دقیقه گذشت، نیم ساعت خبری نشد. به سرباز مدن گفت حق نداره. بالاخره رفت به بالا دستش که آمدن در سرش گذاشته روی میز و همونجا به رحمت خدا رفته. این چون برای ما پاپوش درست میکردن، نمیخوام بگیم که زد ما گرفته، ولی به هر حال این اونجا به عنوان یک کرامت برای ما که ما رئیس دادستان را برای رسیدگی به یک پرونده از دست دادیم. السلام علیکم و رحمت الله. Oh, 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 oh.